که دامنه اعتراض ها رو گسترده تر کرد در طی شرایط بحرانی کردستان و فراخوان عمومی فعالان سیاسی کرد برای اعتصاب و اعتراض در تمامی مناطق کردستان، هیئت کنترل بحران وزارت کشور رژیم آخوندی به سنندج رفت ولی نتونست مانع اعتصاب گسترده در شهرهای کردستان بشه. مردم در شهرهای مختلف به مقابله با نیروهای سرکوبگر پرداختند ولی در خود تهران طوفان خشم خانواده‌های زندانیان اعدام شده رژیم رو به وحشت و لرز انداخت. به دنبال اعلام تحصن در جلوی دانشگاه تهران توسط مادران شهدا در فردای اعدام آنها، رژیم در وحشت از جرقه قیام دیگر در بخشهایی از شهر تهران حکومت نظامی اعلام نشده ایجاد کرد. در جلوی دانشگاه تهران این حضور سرکوبگرانه کاملا علنی بود. خانواده ها تجمع اعتراضی خود را به جلوی زندان بدنام اوین منتقل کردند و خواستار اجداد عزیزانشان شدند. رژیم ضد بشری در حراس از شعله ور شدن خشم مردم به منظور متفرق کردن آنها 15 تن را دستگیر کرد، اما با پایداری خانواده ها ناگزیر از آزادی آنان شد. اما تاکنون از تحویل دادن اجداد خودداری کرده. خانواده های شهیدان همچنان به تحصن خود ادامه می‌دهند. رژیم گفته است که 10 روز دیگر محل دفن آنها را نشان خواهد داد.